بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آخرین اظهارات خود مدعی شد که نشانه‌های قوی وجود دارد که اثبات می‌کند گروگان‌های اسرائیلی در بیمارستان شفا در غزه بودند. اما هنگامی که ارتش اسرائیل عملیات زمینی را در غزه آغاز کرد، از آنجا خارج شدند. او این موضوع را علت اصلی محاصره، تخلیه بیماران و سپس ورود ارتش این کشور به داخل بیمارستان شفا اعلام کرد. اما متذکر شد که پیش از رسیدن ارتش، جنگجویان حماس این گروگان‌ها را از بیمارستان خارج کردند. دفتر مطبوعاتی دولت اسرائیل روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که علاوه بر کشف زیرساخت‌های تونل‌زنی حماس در داخل این بیمارستان، یک خودروی بمب‌گذاری شده حاوی مقادیر زیادی سلاح و مهمات را نیز کشف کرده است. پیش از آن نیز سخنگوی بین‌المللی ارتش اسرائیل در یک ویدیو نشان داده بود که در زوایای پنهان یک دستگاه MRI در بیمارستان شفا تجهیزاتی همچون سلاح و نارنجک جاسازی شده بود. And we get some light over here. What you will be able to see is military equipment. There is an AK-47. There are cartridges, ammo. And our troops open this closet here, which is in the main part of the clinic. This is what they found. These weapons have absolutely no business being of the bag. The contents of the bag are full military kit for one Hamas terrorist. Alive grenade, ammunition, fighting vest with insignia, boots and of course uniforms, and last but not least, standard AK-47. Inside the hospital, hidden in... Let's have a look at what we found inside the very same cabinet that houses medical equipment. You can see all kinds of standard military medical stuff. We found another go-to bag, this bag here. And again, we opened it up in order to make sure that it's safe to touch. Analyze is a laptop. We found it in the MRI room. This is how the laptop looks. I don't know who it belonged to, but now it is being analyzed by our intel people. Tactical radio communications, which we will analyze. Lots of disks, which will be analyzed. And a computer, which at first glance already provides a lot of incriminating evidence. ارتش اسرائیل در تایید اینکه برخی از گروگان‌ها در این بیمارستان در اسارت حماس بودند اعلام کرد که جسد یکی از 240 گروگان را در محوطه این بیمارستان پیدا کرده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 26 آبان از اسرائیل خواست تا اجازه تحقیق را به هیئتی از این نهاد برای بررسی ادعای پیدا شدن سلاح‌های متعلق به حماس در بیمارستان شفا در غزه صادر کند. او افزود: ما نمی توانیم به یک طرف یا طرف مقابل تکیه کنیم و افزود که این موضوع به تحقیقات مستقل بین المللی نیاز دارد. ارتش اسرائیل در آخرین گزارش خود اعلام کرده که در بیمارستان شفا و چندین بیمارستان دیگر در غزه تونل‌های زیرزمینی متعلق به حماس را شناسایی و پاکسازی کرده است، اما در نقطه مقابل حماس همه اینها را تبلیغات اسرائیل برای جریحه دار کردن افکار جهانیان می‌داند و تاکنون از پذیرش آن خودداری کرده است. اشرف القدره سخنگوی نهاد بهداشتی غزه روز پنجشنبه گفت با ادامه عملیات تجسس ارتش اسرائیل در بیمارستان شفا، کارکنان بیمارستان نتوانستند به مجروحان رسیدگی کنند و غذا و آب ندارند، اما اسرائیل تاکید کرده است که بیماران از آنجا تخلیه شده و به جای امنی منتقل شدند. شهرام بهرامی نژاد، صدای آمریکا.